سلام، امروز میخوام در مورد شیمگیری و فیلرگیری صحبت بکنم و تفاوت این دوتا رو بگم و کلن چی هست، کجا به درد میخوره. ولی قبل از همه چیز لایک و سابسکرایب یادت نره. اول بریم سراغ فیلر. فیلر چی هست؟ فیلر خودش یه سری ورق نازکه با اندازه های معین، مثلا 20، 40، 25، 100، 10 اینجوریه، ولی خیلی نازک ظریفه. خب کارش چیه فیلر؟ توی موتورهای 405 چون فیلر اتومات نیست، یه فاصله وجود داره بین میل سوپاپ و استکانی که مثلا میان برای کم کردن صدای سرسیلند یا صدای چغچغ میل سوپاپ با شل و سفت کردن کپه های میل سوپاپ، توسط اون کپه ها میان میل سوپاپ رو بالا پایینش میکنن یا به اصطلاح شل و سفتش میکنن. فاصله بین اون بادامک اون میل سوپاپ رو با استکانی رو بر اساس دفترچه‌ای که برای راهنمای تعمیرات خودرو هست، میان اون فاصله رو با همین فیلر اندازه گیری میکنن. توی موتورهای 206 تیپ 2 هم همین قضیه هست. چون فیلر اتومات نیست، برای کمتر شدن صدا و افزایش شتاب یه فاصله وجود داره بین استکانی با میل سوپاپ. ولی توی این موتور میل سوپاپ مستقیم برخورد نداره با استکانی. یه سری قطعه داریم به اسم اسبک یا انگشتی که پیچ تنظیم کننده داره بالای خودش و یه سر این پیچ روی استکانی قرار داره یا روی اون سوپاپ دود یا هوا، و اون نقطه‌ای که رو بالا هست و به طرف ما هست یا آچار مخصوص هم میخوره که با شل و سفت کردن این پیچ فیلرگیری انجام میشه. توی موتورهای EF7 و TU5 فیلر اونا هم اتوماتیکه، ولی خب میان و برای اینکه گاهی وقتا کارشون دقیق تر بشه یه فیلرگیری انجام میدن، ولی بیشتر وقتا لازم نیست چون استکانی اونها هیدرولیکه و اتوماتیکه. بر اساس اون روغنی که میاد توی سرسیلندر و روغنی که میرسه به اون استکانی خودش رو تنظیم میکنه. قبل از این که بریم سراغ شیمگیری، لایک این ویدیو یادت نره. اما شیمگیری چی هست و چه کاربردی داره؟ شیم خودش یه سری قطعه فلزی کوچیکه، مثل باتری های کوچیک ساعت مچی، که داخل خود استکانی و بین استکانی و اون ته سوپاپ، جایی که خار سوپاپ بهش میخوره و اون فنرش و اون بشقابکش بهش بسته میشه، اونجا قرار میگیره و یه اندازه خاصی داره، به دهم یا صدم هست. اگر اندازه گیری این شیم درست نباشه، فیلرگیری هم درست انجام نمیشه و تایم کردن موتور با دردسر زیادی همراهه. شیم اگر که ماشین درست شیم بندی و فیلر بندی نشه توسط تراشکار، بعد از مدتی اون شیم جابجا میشه، حالا در سر و کار کرده موتور. و اگر شما یه ذره ماشینتون لوازم داشته باشه، مثل میل سوپاپ XUM یا مثلا میل سوپاپای با لیفت و دور بالاتر، باعث میشه که صدای چغچغ موتور 3-4 برابر بشه. اما بریم سراغ این قضیه که فیلرگیری و شیمگیری چه زمانی به درد میخوره. بعضی از ماشین ها فیلر تابستانه و زمستانه دارن، مثل بعضی از پرایدا. توی تابستون میاد طرف یه مقدار اون فیلر رو شلتر میگیره تا اون موتور بر اساس اون گرمایی که داره داخلش کار میکنه، مثلا اگر جز استانهایی باشید که مرزیه یا مثلا گرم و خشکه، توی فصل تابستون روغن یه مقداری آبکی میشه، از یه مقدار خیلی بیشتر، و اون خاصیت روانکاری رو نداره زیاد، و برای همین شما باید زودتر از موعد روغن رو عوض کنید. یه مقدار اون فیلر رو شل میکنه تا به قطعات توی موتور صدمه نزنه و از طرفی موتور بهتر کار بکنه. توی زمستون برعکس این قضیه است، یه مقداری اون فیلر رو میاد و شلش میکنه یا سفتش میکنه، توی بعضی از موتورها برعکسه، ولی معمولا توی زمستون میان سفت میکننش. وقتی که این فیلر رو سفت‌تر میگیرن، زمانی که ماشین رو روشن میکنید زودتر گرم میشه و زودتر میاد روی اون نرمی که باید باشه، ولی خب صداش یه مقداری افزایش پیدا میکنه. خب علتاش رو هم گفتم که چرا یه ماشین
فیلر تابستون داره و زمستون، به خاطر اینکه اون انبساط و انقباض انجام میشه در اثر اون حرارت موتور یا اون شرایط محیطی اطراف. این گرم و سرد شدن ممکنه یه سری از خلاصی ها رو ایجاد بکنه که نیاز به تنظیم مجدد داره. نکته ای که باید بگم این هست که فیلرگیری میل سوپاپ و اون فیلرگیری اندازه‌ای که باید سوپاپ دقیقاً روش باشه و اون اندازه باید بیاد و فیلر بخوره روی کار قابل انجامه. فقط کافیه که درب سوپاپ پژو باز بشه، همینطور برای 206 تیپ 2 هم فقط درب بالای سوپاپ باز میشه و کپه های میل سوپاپ برای پژو 405 یه مقداری جا به جا میشه و شلو سفت میشه و توی 206 تیپ 2 انگشتی ها یه مقداری جا به جا میشه و شلو سفت میشه. اما برای شیمگیری باید کلن سرسیلندر باز بشه و بره تراشکاری. یه نکته دیگه که باید بگم این هست که فیلرگیری یا شیمگیری اشتباه میتونه باعث خط افتادن قطعات توی سرسیلندر بشه، مخصوصا برای میل سوپاپ که اگر فیلرش درست نباشه و خلاصی هاش درست نباشه باعث خط افتادن اون کپه های ثابت خود هم سرسیلند هم جاش روی میل سوپاپ میشه. خب علائم این که ماشینمون فیلر نیاز داره یا شیمگیری نیاز داره چی است؟ توی دورای بالا بیشتر ماشین ریپ میزنه یا به صورت پلهی و ضربه زدن شتاب میگیره، صدای موتور وحشتناک بالا میره، مصرف سوخت بالا میره و به هم میریزه، ماشین توی بعضی از دورها دل میزنه و اصلا مشکوکه، نمیدونه باید چه کار بکنه، یا به قول خودمون گیج میزنه. و اگر تنظیم کردید فیلرگیری شد یا شیمگیری شد، اگر که نادرست انجام بشه بعد دو سه روز دوباره صدا به موتور بر میگرده، دوباره همون علائم قبلی رو ایجاد میکنه. اما نکته پایانی که باید بگم این مورد هست که اگر سرسیلندر ماشینتون رو باز کردید برای حالا واشر یا هر دلیل دیگه سرسیلندر رو باز کردید، حتما سرسیلندر رو به یک تراشکار ماهر بسپارید و بگید شیمگیری و فیلرگیریش رو به صورت دقیق انجام بده. مکانیک ها هم انجام میدن اما یه مقداری سهل انگارن توی این قضیه. اگر یه تراشکار ماهر باشه به صورت حرفه‌ای این کار را انجام بده، صدای سرسیلندر تا حد زیادی حدود 90% قطع میشه. حالا علتش چیه که میگم تراشکار؟ تراشکار یه سری ساعت داره که با اونها سنجش میکنه شیم رو و فیلری که داره آچار فیلرش خیلی دقیق تره، به خاطر شغلی که داره مجبور اینجوری باشه. ولی مکانیک بر اساس اون کاتالوگ کارخونه و اون حدسیات خودش میاد شیمگیری رو انجام میده. برای همین اگر تراشکار این کار رو انجام بده خیلی به نفع شماست و بهتر. هر سوالی داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید. دم همتون گرم. سابسکرایب یادتون نره. خلاق و پر انرژی باشید.